امروز میخواییم داستان دختری رو براتون تعریف کنیم که از اونجایی که تو پیدا کردن دوست پسر مشکل داره، یه روز یه پسر که یه جراح زیبایی هم هست میاد و شمارش رو ازش میگیره، اما دختره روحش هم خبر نداره که اون پسر قصد داره چه بلای وحشتناکی به سرش بیاره. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم فرش. در ابتدای داستان دختری به نام نوا رو میبینیم که برای یه دودول چرب و چیر جونش به لبش رسیده و حالا میخواد بره برای اولین بار با یه پسر ملاقات کنه. اون توی رستوران با طرف مشغول خوردن غذا میشه، اما آخر سر با هم حرفشون میشه و پسر بعد اینکه میرینه به هیکل نوا از اونجا میره. روز بعد نوا تو باشگاه بوکس این موضوع رو به بهترین دوستش مالی میگه و اینجا ما میفهمیم که نوا هیچ کس و کاری نداره و همیشه تو اینترنت دنبال دوست پسر میگرده، اما هیچ وقت به یه آدم درست و حسابی برخورد نمیکنه. همون شب نوا برای خرید به یه فروشگاه میره و اونجا با یه پسر شوخ‌طبع به نام استیو آشنا میشه و شماره‌شو بهش میده. روز بعد اینکه نوا قضیه رو به مالی میگه، استیو بهش یه پیام میده و باهاش توی بار قرار میذاره که باید بدونید پیش خدمتش پسری به نام پله که قبلا دوست پسر مالی بوده. بعدش استیو میگه من یه جراح زیبایی هستم و نوا هم میگه من کس و کار خاصی ندارم به جز یه دوست صمیمی. خلاصه استیو مخ نوا رو میزنه و نوا استیو رو با خودش میبره خونش و اونا تا صبح مشغول عملیات تلمبه بزنی میشن. صبح روز بعد نوا یواشکی از صورت استیو عکس میگیره و میفرستتش برای دوستش مالی و بعد اینکه مالی ازش اینستاگرام استیو رو میخواد، نوا بهش میگه استیو گفته که هیچ پیجی تو اینستاگرام نداره. اینجا شکل کاور گوشی مالی رو یادتون باشه چون بعدن به کار میاد. چند روز میگذره و میبینیم استیو همچنان گذاشتتش تو نوا تا اینکه یه شب بهش میگه برات یه سورپرایز دارم و میخوام با خودم به یه مسافرت یک هفته‌ای ببرمه. مالی بعد شنیدن این خبر از نوا ازش میخواد که همراهش نره چون اونا اصلاً اون پسره رو نمیشناسن و تو عکسی هم که نوا ازش گرفته اصلا نمیشه قیافشو تشخیص داد. خلاصه نوا به حرف مولی گوش نمیده و با استیو راهی مسافرت میشه. اونا بعد چندین ساعت به منطقه‌ای میرسن که تلفن آنتن نمیده و یه دفعه استیو میگه من این اطراف یه خونه دارم و امشب میریم اونجا تا استراحت کنیم و فردا به راهمون ادامه میدیم. نوا هم خرخر همراه استیو وارد اون خونه میشه که میبینیم لوکیشنش وسط یه جنگله و نوا شروع میکنه به نگاه کردن فضای داخلی خونه استیو، اما اون روحش هم خبر نداره که استیو آدم خطرناکیه و اون یکم بعد با یه نوشیدنی مسموم نوا رو بیهوش میکنه. چند ساعت بعد نوا توی اتاق به هوش میاد و میبینه استیو داره بهش نگاه میکنه و بهش میگه من بهت داروی خواب‌آور دادم، و تو همین لحظه نوا متوجه میشه که دستش با یه زنجیر به کف اتاق شده. اون اولش فکر میکنه که استیو داره سر به سرش میذاره، اما بعدش استیو بهش میگه من علاقه زیادی به گوشت دخترای جوون دارم و تازه مشتریهای پای ثابتی دارم که براشون گوشت دختر میفرستم و در قبالش هم به هم پول خیلی خوبی میدن. نوا بعد شنیدن این حرف شروع میکنه به ترسیدن چون فکر میکنه که قراره به زودی کشته بشه، اما استیو بهش اطمینان میده که به این زودیا نمیذاره بمیره چون اون نیاز به گوشت تازه داره و از اونجایی که خودش یه جراحه هر بار فقط یه قسمت از بدنشو جدا میکنه. چند ساعت بعد مالی یه عکس از یه آبشار رو از طرف نوا دریافت میکنه که این یعنی با استیو داره خوش میگذرونه، اما ما میدونیم که فرستادن این عکس کار استیوه. بعدش نوا صدای یه دختر به نام پنی رو میشنوه که تو اتاق کناری زندانیه و میگه یه دختر دیگه هم تو اون یکی اتاق که اسمش ملیساس و به خاطر زمان طولانی که اینجا بوده دیوونه شده و همیشه میزنه زیر آواز. از اون طرف مالی تو اینترنت متوجه میشه عکسی که نوا براش فرستاده قبلا از اینترنت دانلود شده و به خاطر همین به استیو مشکوک میشه. همزمان استیو رونه یه دختر رو از یخچالش میاره بیرون و شروع میکنه به قطع قطع کردنش و با حساسیت بالایی هر تیکه‌شو همراه یه عکس و یه لباس سیر دختر
صاحب گوشت میذاره توی جعبه و برای مشتریاش ارسالشون میکنه. همون روز نوا ازش میخواد که بهش اجازه بده بره دوش بگیره و بعد اینکه استیو قبول میکنه از اتاقش میبرتش بیرون و اینجا ما میبینیم که استیو اونا رو توی زیرزمین زندونی کرده و بعدش نوا سعی میکنه از دستش فرار کنه اما میرینه. چند ساعت بعد نوا توی اتاق عمل به هوش میاد و میفهمه استیو به خاطر فرار کردنش داره گوشت باسنش رو جدا میکنه. از اون طرف مالی میره سراغ دوست پسر سابقش پل تا ازش فیلم دوربینای اون شبی که نوا با استیو قرار داشته رو بگیره و بعدش ازش میخواد که مشخصات کارت بانکی استیو رو براش بفرسته. روز بعد نوا با کونی تخلیه شده با پنی حرف میزنه و اینجا اون میفهمه که استیو بجز خودش با هیچ کدوم از دخترها نخوابیده. بعدش مالی از طریق اطلاعاتی که پل بهش میده متوجه هویت واقعی استیو میشه و میفهمه اون زن و بچه داره و به خاطر همین میره در خونش و موضوع رابطه استیو با دوستش نوا رو به زنش آن میگه. اون میگه من نمیتونم به پلیس خبر بدم چون دلایل کافی برای اثبات گم شدن دوستمو ندارم. تو همین لحظه استیو برمیگرده خونه و وانمود میکنه که از هیچی خبر نداره و مالی هم قبل رفتنش به تلفن نوا زنگ میزنه و میفهمه صدای تلفن نوا از داخل جیب استیو میاد. اما یه دفعه زن استیو از پشت مالی رو ناکوت میکنه. استیو مالی رو به اون خونه جنگلی میبره و بعدش میره پیش نوا و نوا از استیو میپرسه که گوشت انسان چه مزه‌ای داره و اونم میگه باید خودت امتحانش کنی تا بفهمی. اینجا نوا ازش میخواد که یه بار فرصت امتحان کردن گوشت انسان رو بهش بده و استیو هم قبول میکنه. بعدش ما میفهمیم که پل متوجه لوکیشن عجیب غریب مالی شده و بعدش باید بدونید که آن همسر استیو هم قبلا قربانی کارهای استیو بوده اما بعدش اون بهش علاقه‌مند شده. روز بعد استیو با شوق و ذوق زیاد شروع میکنه به پختن غذا با گوشت انسان و میبینیم نوا رو آورده سر سفره تا از اون غذا بخوره و نوا هم بعد بررسی خونه و راه‌های فرارش شروع میکنه به خوردن اون غذا. اون وانمود میکنه که از طعم گوشت انسان خوشش اومده اما ما میفهمیم که اون بعدش هر چی که خورده رو داخل دستشویی اتاقش بالا میاره. بعدش استیو مالی رو با خودش میبره و تو اتاق عمل گوشت سینه هاشو جدا میکنه. تو همین لحظه نوا داره با پنی حرف میزنه و اینجا فیلم به ما نشون میده که قبلا استیو یکی از پاهای پنی رو قطع کرده. روز بعد اون برای نوا یه لباس صورتی میاره تا برای شام امشب بپوشتش و میبینیم نوا دوباره با اشتیاق از اون غذا میخوره و بعدش استیو بهش کلکسیونی از وسایل و عکسای دخترایی که کشته رو نشون میده که یه دفعه نوا چشمش به چند تا گوشی میفته و از روی شکل کاور یکیشون تشخیص میده که اون گوشی دوستش مالیه. خلاصه نوا حسابی اعتماد استیو رو جلب میکنه و اینجا حشر استیو میزنه بالا و نوا رو میبره تو اتاق تا باهاش رابطه برقرار کنه. اما نوا لحظه‌ای که میخواد براش چمدون بزنه دودولشو گاز میگیره و فوراً به چشماش خمیر دندون اسیدی میماله و موفق میشه استیو رو تو اون اتاق زندانی کنه. اون بعد برداشتن تلفن خودش و شلوار استیو وارد زیرزمین میشه و مالی و پنی رو آزاد میکنه. اما استیو از اون اتاق میاد بیرون و تو آشپزخونه باهاشون درگیر میشه. اما دخترا استیو رو ناکار میکنن و فرار میکنن سمت جنگل. همزمان پل میرسه در اون خونه اما لحظه ای که متوجه تیراندازی بی هدف استیو میشه میرینه به خودش و فوراً از اونجا دور میشه و بعدش میبینیم که آن با محافظش میرسه اونجا. از اون طرف دخترا تو جنگل ترتیب استیو رو میدن و نوا با اسلحه خودش مخش رو میترکونه. اونا از آزاد شدنشون خوشحالن اما اون اطراف هیچ آدمی رو پیدا نمیکنن و تو همین لحظه نوا یادش میاد که گوشیشو تو جنگل گم کرده و میره که برش داره اما همزمان آن جسد استیو رو میبینه و بعد اینکه از محافظش میخواد که جسد رو به فریزر منتقل کنه تو جنگل با نوا روبرو میشه. آخر داستان هم میبینیم که آن سعی میکنه نوا رو خفه کنه که یه دفعه مالی با یه بیل سرشو پهن میکنه و نتیجه میگیریم تا لاشی سخن نگفته باشد قطر آلتش نهفته باشد. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل
داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.